چه خبر ماتیوس؟ آری جناب جولیوس، از ارعیل یهودی خبرهایی دارد. تا این دیشم میکنی؟ مگر به تو نگفته بودم مراقب دنیا باش؟ چرا فرمودید؟ ولی دقایقی پیش یک نفر با کالسکه او را فراری داد. من هم با پای پیاده نمیتوانستم آنان را تعقیب کنم. چرا پای پیاده؟ قربان، آخر نیازی به اسب نبود. فکر نمی کردم او را فراری بدهم. چگونه از داخل قصر خبرها به بیرون راه یافته؟ کالسکی ران را هم نشناختی؟ دستار بر سر کشیده بود، ولی گمان می کنم کالسکه جناب ماکسیمیلیان بود. خانه این ماکسیمیلیان را زیر نظر بگیر. ببین کالسکه همان است یا نه. برو. به روی چشم آری جناب. قبل از غروب آفتاب باید به شهر بازگردم. نگران نباشید، هنوز وقت هست. مرا عفو کنید علی جناب، میتوانم سوالی داشته باشم؟ ماتیوس، من تو را از نزدیکترین دوستانم میدانم. هر چه میخواهی بپرس. اختلاف شما با ماکسیمیلیان برای چه و از کجا آغاز شده؟ چون به تو اعتماد دارم میگویم. من سالها بود که به هلن علاقه داشتم و دیوکلتیانوس هم از این موضوع خبر داشت، ولی با آمدن ماکسیمیلیان دیوکلتیانوس دو دستی دخترش را به او تقدیم کرد. من از همون روز تصمیم گرفتم که ثابت کنم ماکسیمیلیان لیاقت هلن را ندارد و خیانتکاری بیش نیست، و ثابت خواهم کرد. مدارکی هم علیه او گرد آوردم که طی گزارشی به دیوکلتیانوس خواهم گفت. اگر توجه نکرد، گزارش دوم را به امپراتور هادریانوس خواهم داد. چرا جناب دیوکلتیانوس و بانو هلن ماکسیمیلیان را بر شما ترجیح دادند؟ این برمیگردد به نفوذ هر یک از ما در روم. ماکسیمیلیان فرزند یک سناتور رومی است و من فرزند یک افسر قدیمی ارتش روم. کدام یک میتواند پشتوانه خوبی برای حکومت دیوکلتیانوس باشد؟ متاسفم قربان. بگذاریم. به کجا می رویم گالوس؟ شما باید برای مدتی از شهر دور باشید. چگونه؟ جنگل پر از مخفیگاه است. شما چند روزی را مخفی شوید تا آرامش بازگشته و به این ترتیب رومی ها از شما غافل شوند. من هر روز برای تان غذا خواهم آورد. نه، من تنها نیستم. نباید به خاطر جان خودم وظیفه‌ام را فراموش کنم. گرد همایی و هدایت مردم دیر نمی شود. بعدن هم برای این امور وقت هست. ولی من با همکیشانم سه روز دیگر در قبرستان زیرزمینی وعده کردم. از احتیاط لازم است. نگران نباش گالوس. ممکن است کمی به حرفای من گوش کنی؟ گوش میکنم. نه، گوش نمیکنی. معلوم نیست در کدام عالم سیر میکنی. راستش مرا ببخش آتنه،
خبر ورود امپراتور به فیلادلفیا مرا هیجان زده کرده. کافیست فقط یک اشتباه پیش بیاید، همه چیز خراب می شود. همه ی امیدهای ما نقش بر آب می گردد. ای کاش به جای این همه بلند پروازی کمی هم به امور مهمتر توجه می داشتی. آتنه، آتنه، تو نمی فهمی. تو نمی دانی که حضور امپراتور در اینجا چقدر می تواند موقعیت حکومت مرا در روم تثبیت کند. علاوه بر این، خاطرات زیادی برایم زنده شده است. چه روزهایی با هادریانوس داشتم. انگار همین دیروز بود. جنگ بین النهرین. چه افتخار بزرگی. آن موقع من از فرماندهان لژیون بودم. هادریانوس دستور داد جوجه های تفعول را از قفس بیرون آوردند و کاهن جلوی آنها دانه ریخت. خدای من. با چه اشتهایی می‌خوردند. این علامت آن بود که جنگ به نفع ما تمام خواهد شد. آتنه، فتحی عظیم در پیش رو بود. چه تفعول میمونی، چه تفعول میمونی. در پیان هادریانوس با عزم و اطمینان چند قدم به سوی شهر پیش رفت و با صدای بلند فریاد کشید: های، اگر خدایانی در این شهر هستند به من گوش کنند. من از شما میخواهم که از منازل و معابد شهر دور شوید و بر آن خون غم ببارید و در مقابل نیزه ها، تیرها و شمشیرهای ما از این مردم پست دفاع نکنید و بگذارید که ما با فتح وارد این شهر بشویم. فتح، 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 فتح. نگفتم تو به حرفای من گوش نمی کنی؟ تو در رویای خودت سیر می کنی. بسیار خوب، بسیار خوب. گوش می کنم، گوش می کنم. حالا بگو. فکر می کنی هادریان چه کسی را به جانشینی برخواهد گزید؟ معلوم نیست. مگر نگفتی سابقه دوستیت با هادریان زیاد است؟ خاطرات گذشتم با هادریانوس یک لحظه از ذهنم بیرون نمی رود. مدام به آن روزها فکر می کنم. منظور من تجدید خاطرات گذشته نبود. می خواستم بگویم از این رابطه دوستی به بهترین نحو می توان استفاده کرد. مثلا چه استفاده می شود کرد؟ از او بخواهید به پاس دوستی گذشته و به پاداش نجات جانش شما را به جانشینی خود انتخاب کند. اگرچه آرزوی بلند پروازانه است، ولی خب در جهت تحقق آن میتوان کوشا بود. ضرری هم ندارد. چرا بلند پروازانی؟ آیا به لیاقت و درایت خود شک داری یا به دوستی هادریان؟ به هیچ کدام. در تصمیم سنای روم شک دارم. گمان میکنم حتی اگر هادریان نیز موافقت کند، آنها موافقت نمی کنند. ولی ضرری ندارد. تیریست در تاریکی. نمی دانید دیوکلتیان چه لذتی دارد؟ تکیه زدن بر جایگاه بانوی اول روم آرزوی نیست که از ذهنم خارج کنم. پس پیشنهاد می کنم خودت نیز دست به کار شوی. شارون همسر هادریان در این سفر همراه اوست. با او از در دوستی وارد شو. زنان در تصمیم گیری شوهرانشان نقش مؤثری دارند. اگر چه چشم دیدنش را ندارم، اما پیشنهاد بدی نیست. نه، مطمئن نیست. باش به آن عمل خواهم کرد. عالی جناب جولیوس، درود بر عالی جناب دیوکلتیانوس. جناب جولیوس، از شهر بگو. همه چیز مرتب است. تنها نگرانی من از داخل قصر است که خبرهای آن به بیرون ریخته نمی‌کند.
آسوده باشید جناب آدونیا، دیگر از خطر جستی. اینجا امن است. این اولین بار نیست که جناب ماکسیمیلیان مرا نجات می‌دهد. او پیشتر جسم و جانم را با هم نجات داده است. باید شنیدنی باشد. چگونه؟ من از مبلغین مسیحی بودم و تثلیث را تبلیغ می کردم. روزی سربازان رومی مرا در حین سخنرانی دستگیر کرده. بیشک مرگم فرا رسیده بود. اما جناب ماکسیمیلیان با ترفندی مرا آزاد کرد و همین آشنایی موجب شد که من موحد شدم. مدت ها با هم دیگر مباحثه داشتیم و من مطالب بسیاری از او آموختم. دارست، قدر اربابت را بدان، مرد بزرگی است. من او را به خوبی میشناسم. پس تو از او خیلی چیزها میدانی؟ من یک برده یونانی هم. 14-15 ساله بودم که پدر عالی جناب ماکسیمیلیان مرا خرید و به خانهش برد. او یکی از بلندپایگان سنای روم و یکی از نزدیکان امپراتور هادریانوس است. من شاهد رشد و نمو لحظه به لحظه جناب ماکسیمیلیان بودم. او بسیار باهوش بود و پدرش بهترین معلمها را برای آموزش او استخدام کرد و او را به علوم و فنون فرهنگ‌های ملل گوناگون آگاه نمود و همین آگاهی جناب ماکسیمیلیان موجب بیزاری او از خدایان روم و توحش و ستمگری رومی ها شد و برای گریز از روم بلافاصله به درخواست دقیانوس جهت مأموریت به فیلادلفیا پاسخ مثبت داد. بله، او در فیلادلفیا سرنوشتش رقم خورد. آثار خستگی در چهره تا مشخص است. بهتر نیست در زیر سایه درخت خستگی را از تن بگیرید؟ او به فیلادلفیا آمد که از جنایت رومی ها گریخته باشد، در حالی که نمی دانست جنایات فیلادلفیا کمتر از روم نیست. چرا جناب ماکسیمیلیان با مشاهده جنایات دقیانوس به روم باز نگشت؟ دقیانوس بلافاصله دخترش را به عقد جناب ماکسیمیلیان درآورد تا در فیلادلفیا ماندگار شود، غافل از آن که بانو هلن خود یکی از موحدین خواهد شد. پس جناب ماکسیمیلیان پیش از این که به خداوند یگانه ایمان بیاورد، از خدایان دروغین و بت‌ها رویگردان شده و خود یک موحد بود. بله، ایشان هیچگاه به خدایان اولمپ اعتقاد نداشتند و همواره به دنبال حقیقت بودند. او خالقش را می شناخت، اما در پی هدایتی، کتابی، آیتی از سوی او بود. مگر تورات و انجیل به دستشان نرسیده بود؟ چرا، آنها را خوانده بود، اما حقیقت را در آنها نمی یافت. ایشان همیشه به روستاهای اطراف فیلادلفیا سفر می کرد و از موقعیت و مقام خود به نفع مظلومان و محرومان استفاده می نمود. در یکی از همین سفرها خود شاهد درند خویی مأمورین مالیات می گردد. مأمورین مالیات دقیانوس. بگو، بزنید.
اینجا چه خبر است؟ ما مامورین دریافت مالیاتیم. این مرد نمیخواهد مالیات بپردازد. نمیخواهد یا ندارد؟ این به ما ربطی ندارد. ما مامور دریافت مالیات هستیم، نه مامور کمک به مستمندان. رهایش کنید. دست یاددار. عالی جناب که هستند؟ یک افسر جز از موافق خود اطاعت می کند، نه سوال. رهایش کنید. من افسر مالیات بگیر عالی جناب دیوکلت تیانوس هستم. از تو هم فرمان نمی گیرم. ظاهراً باید با شما با زبانی دیگر سخن گفت. من ظاهراً که بسیار ناز پرورده به نظر می رسی عالی جناب. گمان نمی کنم آن زبان دیگر را بدونی. یارانت را از اینجا بردار و برو. عالی جناب، پناه بر خدا. ای به حالتان، او ماکسیمیلیان داماد دیوکلتیانوس است. حرکت میکنیم. بیای مقدمه شد برای آشنایی جناب ماکسیمیلیان با آن پیرمرد موحد و روشن ضمیر. جناب ماکسیمیلیان به شدت زخمی شده بود و پیرمرد که خود را عامل این حادثه می دانست به شدت نسبت به ایشان احساس دل می کرد. لذا جسم مجروح جناب ماکسیمیلیان را به خانه پیرمرد بردیم. او با جدیت و مهارت بسیار به مداوای ایشان پرداخت.
نه نه نه، شما باید استراحت کنید. حرکت برای شما خطرناک است. داگالوس، برادر جان، من اینجا هستم. غیبت ما هلن را نگران خواهد کرد. من به شهر رفته او را با خبر میکنم. شما استراحت کنید. خیالتان آسوده باشد عالی جناب. به تل میخواب یوانیسم بگو مراقبه اوزا باشند. اگر دیوکلتیانوس پرسید بگویند برای تمشیت امور به ولایات اطراف رفته. اطاعت سرورم. نگران نباشید، من زود باز میگردم. مواظب عالی جناب باشید. و این مقدمه آشنایی جناب ماکسیمیلیان با آن پیرمرد خداپرست شد. روی این زخم خوب بسته شده است. ما را عفو کنید. بیش از این نتوانستیم به عالی جناب کمک کنیم. نه، خیلی خوب است. از کجا آموخته ای؟ از پدرانه. گرچه قابل مقایسه با علومی که طبیبان رومی می دانند نیست. چه کسی شما را به این روز انداخته است؟ مهم نیست عالی جناب. صدها سال است که تازیانه رومی ها با بیرحمی و شقاوتی که برازنده انسانهای متمدن نیست بر این گرده ها نواخته می شود. ما دیگر عادت کرده ایم. من به عنوان یک رومی از شما پوزش می طلبم. ما رومی ها خود را متمدن ترین مردم دنیا می دانیم و حالان که وحشیانه ترین اعمال را مرتکب می شویم. شما با دیگر رومی ها تفاوت بسیار دارید. ولی ما هم مثل دیگر رومی ها هستیم. تفاوت چندانی بین ما نیست. نه نه، اصلا اینطور نیست. اجازه می دهید سؤالی داشته باشم؟ مانعی نیست. عالی جناب، چرا به جای یاری آن افسر رومی با او مبارزه کردید؟ من خود نیز نمی دانم. فقط می دانم که نمی خواهم در زمره ستمگران باشم. شاید این تمایل و علاقه یک امر درونی است. ولی حب دنیا و لذت‌های آن هم یک خواسته درونی است. چرا برای رسیدن به این خواسته درونی تلاش نمی کنید؟ آیا خود شما برای اعمال نیک و بد خود دلیلی دارید؟ من هیچ عملی را بدون پاداش انجام نمی دهم و یقین دارم که مزد همه اعمالم را چه خوب و چه بد خواهم دید. و اگر جز این باشد اصلا زندگی برایم معنا و مفهومی ندارد. تو برای خوبی هایت از چه کسی پاداش می گیری؟ غلام یا خدمتکار شما پاداش خود را از چه کسی می گیرد؟ اربابش. از اربابش؟ یعنی از شما؟ شما؟ من هم از اربابم می گیرم. هر کسی اربابی دارد. تو می خواهی بگویی که پاداش خود را از خدایت خواهی گرفت. به نظر من هم هیچ انگیزه‌ای بهتر از این برای اعمال نیک و بد نیست. اما من اینقدر بدم نیستم که اعمال نیک و بدم را برای خدایان مسخره‌ای که در معابد به دست خود ساخته ایم انجام دهم. من میدانم که خدایی هست. مطمئن هستم. اما چگونه خدایی؟ نمیدانم. خدای من خالق من است. اما خدایان شما، یا بهتر بگویم خدایان رومی ها، مخلوق آنها هستند. نه، من به خدای تو نیز نمیتوانم اعتماد کنم. چه اگر یهودی باشی خدای مخصوص قوم خود را میپرستی،
و خواندم که تورات شما به پیامبران گناه و اعمال زشت نسبت می‌دهد. من نمی‌توانم بپذیرم که خدایی از آسمان به زمین بیاید، راه برود، با پیامبرش کشتی بگیرد و از او شکست بخورد. و تو اگر مسیحی باشی، خدای تو را هم نمی‌توانم بپذیرم، چرا که خدای مسیحیان هم مثل خدای رومیان پسر دارد. این را انجیل می‌گوید. اما این خدایی که شما گفتید ساخته و پرداخته مبلغین و پیروان مسیح است، نه خود مسیح. آنها برای اینکه رومی‌ها را به دین مسیح درآورند، دین آسمانی مسیح را شبیه دین زمینی رومی‌ها کردند. پیرمرد برای جناب ماکسیمیلیان از یک انجیل قدیمی سخن گفت، اما من در آن هنگام از این حرف‌ها به خوبی سر در نمی‌آوردم. ولی کاملاً آشکار بود که آن پیرمرد سخن برای گفتن بسیار داشت. بگذارید عقیده‌ام را به صراحت بگویم. من یک موحد هستم و خداوند یگانه را می‌پرستم و پیامبر من مسیح است، نه دیگری. مگر خدای مسیح با خدای دیگر مسیحیان فرق دارد؟ خدای مسیح خدای همه پیامبران و خدای آخرین پیامبری است که از این پس خواهد آمد. هر چه غیر از این باشد ساخته و پرداخته ذهن خود ما می باشد. از خود سخن می گویی یا دلیلی هم برای اثبات آن داری؟ دلیل بسیار دارم، اما بهترین دلیل مکتوبی است که از جان عزیزتر می دارمش. من می توانم آن را ببینم؟ البته، چرا نه؟ پیرمرد انجیل بارناباس را به جناب ماکسیمیلیان نشان داد و ایشان آن را نبستند تا اینکه تا به آخر خواندند. از خانه پیرمرد بیرون نیامدند تا آنکه نسخه ای از آن را برای خود نوشتند. آن حادثه و آن کتاب باعث شد که جناب ماکسیمیلیان از موحدین مسیحی گشت و متعاقب آن ما را هم به کیش خود درآورد. گالوس، براستی که جناب ماکسیمیلیان از بندگان مقرب خداوند است. او به من میگفت که فرق بین آنچه که حضرت مسیح میگفت و آنچه که امروز پیروان او میگویند مثل فرق بین یک درخت تنومند است و بوته‌های کوچک. بعضی گل‌ها از فاصله دور هم عطرشان به مشام می‌رسد. امیدواریم پیوند ما با رومی‌ها ناگسستنی باشد. عالی جناب، اجازه می‌دهید هدایای قوم یهود را عرضه کنیم؟ هدایای ناقابلی است، نشانه دوستی یهودی ها با امپراتور و نماینده و جانشین ایشان جناب فرماندار دیوکلتیانوس. ما هم هدایای ارزشمند شما را به عنوان نشانه دوستی تلقی میکنیم. معاهده ای که بین خدایگان، امپراتور و سران قوم یهود در اورشلیم منعقد گردید ما را موظف می کند با جناب فرماندار همکاری نزدیک داشته باشیم و در جشنهای استقبال از امپراتور ما هم به سهم خود شرکت کنیم. از رعایای امپراتور توقعی جز این هم نیست. ما هم
وظیفه داریم که دست شما را در مسائل عبادی و امور تجاری باز بگذاریم. در حقیقت ایجاد رفاه و آسایش مردم از وظایف امپراتوری روم است. منتها یک قشر از این مردم هستند که آرامش دیگران را به هم میزنند و قصد خیانت به روم و خدایان روم را دارند که با آنها سر سازش نداریم و لحظه ای از تعقیب و تعذیب آنها دست بر نخواهیم داشت. منظور عالی جناب فرماندار مسیحیان هستند. ما نیز از آنان زخم خورده ایم. آنها با پیامبر دروغین و کتاب ساختگیشان در صفوف ما هم رخنه کرده و پیروان آیین یهود را نیز گمراه کرده اند. عالی جناب به گمان من در زمینه مبارزه با مسیحیان می توانیم همکاری بیشتر و نزدیکتری داشته باشیم. سرباز شما برید بره زود باشید شود او را مخفی کرد. جسد را کجا ببریم؟ در گورستان میفهمم که به تازگی دفن شده، ممکن است به او تعرض کنم. بهترین جا منزل پدرش سانتوس است. نه، اولین جایی را که بگردم آنجاست. بهتر است او را به جنگل ببریم، از همه جا امن‌تر است. پلوتون قهرمان را در زمره مؤمنین و صالحین قرار دهد.
افتضاح کردید بیورزه ها، افتضاح کردید. یک مجرم تحت نظر را فراری می دهند و جسد یک مجرم را در پیش چشم نگهبانان ما می رو بایند. آن وقت مسئول لژیون و گارد ویژه شهر ما چه کرده است؟ فقط گزارش همین. من برای کسب تکلیف و اختیار بیشتر خدمت رسیدم علی جناب. گوش کن جولیوس، سه روز مهلت داری قبل از رسیدن امپراتور به فیلادلفیا آدونیا و جسد پلوتون را پیدا کنی، وگرنه خودت به جای آدونیا به صلیب آویخته خواهی شد. زبنن را بایندگان جسد پلوتون و نجات دهندگان آدونیا را نیز از تو میخواهم. این خبر خوشحال کننده است. پس آدونیا گریده. هیچگاه اولین روز آشنایی با آدونیا را فراموش نمی کنم. در اولین بازدید از شهر کوزه‌گری آدونیا توجه ما را جلب کرد. خوش آمدین. خوش آمدین آبی جناب. کوزه‌گر ماهری است. آری جناب، باید تازه به فیلادلفیا آمده باشد. بله، تازه از روم آمده، از مشاوران دیوکلتیانوس است. یکی از شما باید آری جناب سولینانوس باشد. ایشان هستند. شما از کجا میدانید؟ خبرها زود در شهر میپیچد، خصوصا خبر انتصاب شهردار جدید. خوشحالم از اینکه آری جنابان کارگاه مرا با غلوم خیش مزین کردید. مایانم این کوزه را از شما خریداری کنم. اشرافزادگان والاتبار رومی که روم را با همه زیبایی ها و آثار هنرمندان و مجسم سازان چیر دستش دیدن، طبعا نماید آثار کوزه‌گری گمنام و ناتوان در گوشه دور افتاده فیلادلفیا چندان برایشان جذاب باشد. این چنین نیست. در این کارگاه به ظاهر محقر آثار ارزنده و زیبایی وجود دارد. قیمت این کوزه را نگفتید. گرچه در شأن شما نیست، اما خوشحال می شوم اگر به رسم هدیه از من بپذیرید. رد کردن هدیه این چنین ارزنده، آن هم از طرف صنعتگر ماهری چون شما، به دور از ادب است. می پذیرم. شما می توانید مجسمی از جوپیتر یا آپولون برای من بسازید؟ من یک کوزه‌گرم، مجسم ساز خوبی نیستن. شاید هم نمیخواهیم. کسی که این همه آثار زیبا را میسازد، پس ساختن مجسمه نباید عاجز باشد. خب اگر دستور عالی جنابان باشد، چاره جز اطاعت ندارد. سعی کن تندیس زیبایی بسازی. فردا برای بردنش خواهیم آمد. مجسمه در معابر کافی نیست؟ من از مجسمه های گوناگون و رنگ با رنگ گریختم. آن وقت تو اینجا هم سفارش مجسمه برای میدید. حفظ ظاهر هم که شده باید در خانه داشته باشم. اتفاق عجیبی افتاد. خب استاد کوزه‌گر، تندیس آماده است یا نه؟ بله آری جناب، آماده است. امیدوارم بپسندید. آه.
این دیگر چه جور مجسمه است؟ من در حد توان تلاش کردم عالی جناب. قبلا هم به شما عرض کردم که مجسمه ساز خوبی نیستم. تو میخواهی این مسخره را به عنوان مجسمه خدایان به خانه ببری؟ عالی جناب، این این مجسمه جوپیتر بود. نمی ترسید که از شما انتقام گرفته یا گزندی بزنه؟ نه، مطمئن باش که از این تندیس زشت و کریه کاری ساخته نیست. ولی من در بین خدایان معابد تندیس های زشتر از این هم دیدم، یعنی از آنها هم کاری بر نمی آید. مواظب حرفهایت باش بوزگر، این سوال ها به زیان توست. من به این تندیس های مقدس سجده می کنم، اینها خدایان من هستند، ولی نباید بدانیم که از این خدایان کاری بر می آید یا نه؟ آیا نباید بدانیم چرا این تندیس شکست و از خود دفاع نکرد؟ و آیا انتقام خواهد گرفت یا نه؟ ظاهراً تو خیلی ساده‌ای کوزگر. این مجسمه ها که خدا نیستند، تنها تجسم عینی خداوندند. آها، پس خدایانی وجود دارند که ما بدین شکل برای خود مجسم کردیم. ولی شما فکر نمی کنید که آن خدایان انتقام خواهند گرفت؟ با عرض پوزش از محضر آری جنابان، میخواهم مطلبی رو صادقانه عرض کنم. امیدوارم آزرده خاطر نشوید. من فکر میکنم باید خدایی تواناتر از این را برای عبادت برگزید. نمیدانم چگونه خدایی، همونقدر میدانم که باید خدایی قدرتمند باشد که هم از خود دفاع کند و هم از بندگانش. چه تندیسی ساخت؟ به هر چه شباهت داشت به جز به تندیس جوپیتر. تندیس زشت و کریه اما پر خیر و برکت، ولی موجب رهایی ما از شرک شد. برویم. آدونیا با حرکت زیرکانش ما را متوجه حقیقتی بزرگ کرد، و آن حقیقت جستجو برای یافتن خداوندی توانا بود. از آن پس مدام آدونیا را می دیدیم و پیوسته به خداوند یگانه نزدیکتر می شدیم. باید ضربتی عمل کنید، حتی مضمونها را نیز دستگیر کنید. می خواهم حتی یک نفر مسیحی در شهر نماند. ولی عالی جناب، بیشتر مرمت و آماده سازی شهر دوخته مسیحیان است. امیدوارم برای مراسم استقبال دوچار مشکل نشوید. نمایش در حضور امپراتور و نبرد گلادیاتورها هم جزو مراسم استقبال است. به هر حال باید جمعی از مسیحیان دستگیر شوند. همانطور که گفتم، تمامی افرادی را که احساس کردید با آدونی ارتباط دارند بگیرید. با دستگیری آنها خیلی ها شناخته می شوند. من یقین دارم که مکسیمیلیان و هلن نسبت به دستگیری همکیشانشان بی تفاوت نخواهند نشست. باید دید آنها تا به کجا تعامل می کنند. خیلی خوب، ببینم چه می کنید. بروید. اطاعت عالی جناب.